نمایندگان سنای آمریکا با 68 رأی موافق در برابر 31 رأی مخالف لایحه کنترل فروش اسلحه را در دستور کار قرار دادند. به این ترتیب سناتورها از هفته آینده بحث درباره این لایحه را آغاز خواهند کرد. این لایحه پس از آن ارائه شد که یک فرد مسلح در حمله به یک مدرسه ابتدایی 26 نفر از جمله 20 کودک را به قتل رساند. خواهر یکی از آموزگارانی که در این حادثه کشته شد با بیان اینکه سیاستمداران باید به این شرایط واکنش نشان دهند گفت: نمی‌خواهیم طوری شود که بگوییم یکی از عزیزانمان را به خاطر هیچ از دست دادیم. آنها جان خود را از دست دادند تا از کودکان محافظت کنند. بر اساس این لایحه فروش اسلحه‌های نیمه خودکار و خشاب با ظرفیت بالا به طور کلی ممنوع می شود و فروشندگان ملزم به بررسی سوابق قضایی و روانی خریداران خواهند شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امیدوار است که تصویب این لایحه بتواند از تکرار حوادث تلخی مانند حمله به مدرسه ابتدایی نیوتن جلوگیری کند. پدر یکی از کودکان کشته شده در این حادثه میگوید: صدای نیوتن، فریاد آن کودکان، فریاد کودکانم و کودکان بیشماری که مرگ در انتظار آنهاست ما را به کاری میخواند. اکنون زمان تغییر است.